بود. نمیدونم اینجا صبح فعلا روز 22 بهمنه. من اومدم چند تا تصویر بگیرم از تخت جمشید که فعلا تخت جمشید بسته است. مختصر از خودم راجع به تخت جمشید بگم، نمیدونم حالا این فیلم کی فرصت میکنم نگاهش کنم یا کی نگاهش کنم، ولی از سال حدود 79 کارامو شروع کردم. یه راهنما اول چاپ کردم برای بچه مسجد حیدر که میخواستیم بیارمشون تخت جمشید. تو نوروز 80 راهنمای تخت جمشید چاپ کردم که اتفاقا پرفروش ترین راهنمای تخت جمشید شد، و بعدش هم فیلم مستند تخت جمشید رو ساختم و با دردسرای زیادی که برام درست کردن که اجازه نمیدادن فیلم بسازم، بعدم ساختم، بعدن که دادگاهیم کردن و مصیبت‌های دیگه. مدیر تخت مدیر میراث فرهنگی فارس آقای قائدیان بود، بعدش شد اول آقای قلی نژاد بود، بعد شد قائدیان. مدیر تخت جمشیدم اول امیری بود، بعد شد آقای مازیار کاظمی که همشون اینا با من لج بودن. مدیر قبلی میراث فرهنگی مرد داشتم آقای رضای منفرد بود که حالا شده زیایی. رضای منفرد آدم بدی بود، به درد من اصلا نخورد. خب امروز هم که اینجا 22 بهمن تعطیله، بعد از فیلم تخت جمشید چوغازنبیل و نقش رستم و پاسارگاد و شوش و شوشتر و ایزه ساختم. الان هم چند کار جدید در دست ساختم. امیدوارم که بتونم توی کار موفق باشم. در صورت نمیدونم چی بگم، جلو دوربین فعلا وایستادم. بعد میدونم بگم که درد سر و زیادی کشیدم، ولی خب کارم ادامه دادم تا الان، موفقم بودم. درود بر شما هموطنان گرامی. ما الان توی بریتیش میوزیوم لندن هستیم، موزه بریتانیا. اینجا یه مانیتور گذاشتن و تصاویر تخت جمشید رو نمایش میدن. این تصویر تخت جمشیده، تصویر کنونی تخت جمشید. اون که الان آبی شد دروازه ملل و کاخ آپادانا. این هم تصویر تخت جمشید در زمانی که آباد بوده، یه تصویر تقریبا ساختگی. این پلکان تخت جمشیده و دروازه ملل و کاخ آپادانا رو ببینیم. این ورودی تخت جمشید قبل از تخریب چنین شکلی بوده. دروازه ملل، کاخ آپادانا، این هم سرستون های گاوهایی است که در دروازه ملل تخت جمشیده. الان وارد دروازه ملل میشه. در دروازه ملل گشوده شد. سقف این ستون، سقف این سالن روی 4 ستون استوار بوده به بلندی 18 متر. و اطرافش هم محلی بوده برای نشستن مهمان ها. این الان از این دروازه ملل کاخ آپادانا رو داره نشون میده. ابهت کاخ آپادانا رو نگاه کنید. سقفی به بلندی 18.5 متر. تقریبا اندازه یک ساختمون 6 طبقه. کاخ آپادانا دارای 72 ستون بوده. این نشون دهنده جایگاه عدد 72 در فرهنگ ایرانه. و اینا هم صف هدیه آورندگان از اقوام مختلف برای شاه ایران هدایای خودشون رو می آوردن. هر گروه با یک راهنمای پارسی و مادی از هم جدا میشن. اینها شطور دو کوهان میارن. هر گروه توسط یک درخت سرب از هم جدا میشن و یک راهنمایی در لباس پارس یا ماد یا لباس رزمی و رسمی اونا رو راهنمایی میکنه. اقوام مختلف هر کدومشون هدیه مخصوص خودشون رو میارن و در جشن نوروز تقدیم میکنن به شاهنشاه ایران. این پلکان شرقی کاخ آپادانا است که از همه پلکان ها سالم تر مونده. البته این تصویر بازسازی شده است. من اشتباه کردم، این پلکان جنوبیه.
الان وارد کاخ آپادانا میشه. ابهت کاخ آپادانا رو ببینید، چه ابهت و چه زیبایی. سقف‌های به بلندی 18.5 متر و مجدداً تصویر امروزی تخت جمشید الان میخواد کاخ صد ستون رو نمایش بده. این کاخ صد ستونه، دارای صد ستون بوده و ارتفاع تالار حدود 12 متر. این دشت مروشته و این دروازه‌ای که به نام دروازه ناتمام معروفه، این دروازه تمام نشده بوده ولی اینجا تمام شده. اون قسمتی که این دروازه‌ای که به نام دروازه ناتمام معروفه، اون گوشه راست تصویر میگن که جایگاه اسب‌ها و نگهبانان و سربازان نگهبان بوده، اون گوشه ای که ستونای قرمز داره. و اینجا نمای تالار بیرونی، بیرون تالار کاخ صد ستون. اینجا داره وارد کاخ صد ستون میشه. تصویر شاه روی تخت روی دروازه 28 ملل مختلف و این هم ستون‌های کاخ آپادانا، کاخ صد ستون. از سقف نور میتابیده به داخل. کاخ صد ستون بزرگترین تالار سرپوشیده دنیای کهن بوده. تصویر شاه رو میبینیم که روی تخت روی دست نمایندگان 28 ملت تابع ایران. اسم تخت جمشید هم از همین تخت ها میشه گفت که گرفته شده، از همین تختی میبینید که شاه بر روی اون نشسته. الان نمای کل تخت جمشید امروز، کاخ تچه رو الان میخواد توضیح بده که آبی شده. از پلکان ورودی تخت جمشید حرکت میکنه. این کاخ آپادانا‌ست و کنار کاخ آپادانا یک کاخ کوچیکی به نام کاخ تچر. کاخ تچر به نام کاخ زمستانی، حالا یا بعضی ها گفتن که کاخ شورا معروف. ببینید این نمای کاخ تچر قبل از تخریب. این پلکان کاخ در زمان کنونیه. قبل از تخریب کاخ تچر تخت جمشید چنین شکل و نمایی داشته. نمای زیبایی از کاخ تچر قبل از تخریب هم شکلی داشته و این هم یک نمایی از تصویر کنونی کاخ تچر، تهیه شده توسط persepolis3d.com. پاینده باشید. برای تمامی ایرانیان میهن‌پرست آرزوی سلامت و شادکامی دارم. پاینده ایران، بدرود.